سلام دوستان وقتتون به خیر باشه یک اتفاق خیلی مهم داره میفته که ما اگر نتونیم درکش بکنیم آسیب خواهیم دید از دو تا زاویه هم باید این مسئله رو ببینیم خدمت شما عرض میکنم اون اتفاق مهم این هست که یه سری از کشورها تعارف رو کنار گذاشتن به سراحت دارن میگن که ما بمب اتمی میخواهیم هیچ کس هم باشون کاری نداره چون رفیقای آمریکا هستن یکیشون نزدیک ما هست دیگری نزدیک کره شمالی و چین هست اون یکی هم نزدیک کره شمالی و چین هست خیلی سریح دارن میگن ما بمب اتمی میخواهیم کسی هم با اینها کاری نداره در کنار این کشور یک کشور دیگری هم هست که اون هم داره غنی سازی اورانیوم را انجام میدهد که این هم معنای مشابهی میتواند داشته باشه اول یه سر بریم عربستان ببینیم چی داره اتفاق میفته چه اثر نظرهایی کردن و عجیب دنیا اصلا کاری با اینها نداره هر چی میخوان میگن هر کاری میخوان میکنن چرا چون میدونه که و اگر بمب اتمی زد یا یمن رو میخواد بزنه یا یکی از کشورهای همسایهش رو با غرب کاری نداره که پس خوبه داشته باشه خوبه کمک میکنه درگیر خودشون باشن به خاطر همین کسی خیلی با اینها در این حوزه کاری نداره اظهار نظر مقامات سعودی رو میخوام بخونم وزیر انرژی سعودی اواخر هفته گذشته یک مصاحبه انجام میده میگه ریاض میخواهد اورانیوم کشوری در این کشور برای برنامه هسته خود استفاده بکنه آقا همینو ما اگه تو ایران میگفتیم الان وضعیت چجوری بود توی ایران من رفتم آژانس انرژی اتمی رو آوردم اون یکی آوردم اون یکی آوردم همه رو جمع کردم گفتم بیایید برید ببینید هر جا رو تو ایران میخواید ببینید مرکز هستیم دور میذارم فلان میکنم همه چی انجام بشه برای خودتون بررسی کنید خود ببینید که من دارم کار سرهامیز انجام میدم بازم از من طلبکارن به سراحت عربستان سودی بمونه یکی از وحشی ترین حاکمیت های دنیا که 8 سال به کشور حمله کرده هشت سال عملی کرده همزمان کریستیانو رونالدو میاره اصلا افکار رو عوض میشه میشوره میبره داره از بمب اتمی صحبت میکنه که سر دنیا اصلا این خیالش نیست به راحتی هم میگه میخوام قانون سازی انجام بدم فلان کسی هم باش کاری نداره ادامهش رو بخونیم گفته که عربستان سعودی در سال 2018 اعلام کرد کر قصد دارد با هزینه 80 میلیارد دلار 16 نیروگاه اتمی در 20 سال آینده بسازد قرار است در نخستین گام دو نیروگاه بزرگ اتمی ساخته شود سعودی بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت جهان است شاهزاده عبدالعزیز وزیر انرژی سعودی فرزند بزرگ ملک سلمان پادشاه در همین در همایش معدن در ریاض گفته است منابع مطبوع اورانیوم در مکانهای مختلف عربستان سعودی وجود دارد درباره برنامه هسته سعودی دو عامل وجود دارد اول تاسیسات هستی تحسی در کشور که شامل دو تاسیسات هسته بزرگ تجاری است و دوم استفاده از منابع اورانیوم خود کشور دولت <تصفح> ببخشید دولت سعودی قصد از منابع ملی اورانیوم خود در طرحهای مشترک با شرکای خود بر اساس تعهدات بین المللی و معیارهای شفافیت کامل چرخه سوخت هسته ای استفاده بکنند این موضوع شامل تولید کیک که که زرد اورانیوم غنی شده در سطح پایین و تولید سوخت هسته‌ای برای استفاده داخلی و صادرات میباشد یه سوال از شما دارم خبرگزاری فرانسه این رو منتشر کرده در سازمان ملل کسی رو سراغ دارید که الان بیاد اعلام بکنه بگه ببین تو وقتی داری از غنی سازی صحبت میکنی داری از مسئله حساسی صحبت میکنی که درش اگر پیشرفته شوشی به معنی ساخت بمب اتمیه تو عربستانی تو کشور شروری هستی نه نو... نه کسی در هم کنه پشیزی برای اینها این مسئله ارزش ندارد چرا چون میدون عربستان بسازن میخواد یه کسایی رو بزنه که اینو خوشش نمیاد به مطلع می تهدید میشن که بیام جلوتر این همه ای ماجرا نیست ما در کنار عربستان خبر مشابهی رو این هفته شاهد بودیم میخوایم بریم دور بزنیم کره جنوبی بعد برمیگردیم به منطقه خودمون درباره برای کشور دیگه که شاید بعضی تعجب کنن صحبت کرد بعد نکات خدمت شما کرد رئیس جمهور کره جنوبی اخیرا اعلام کرده گفته که اجازه بدید متن پیامش رو بیارم بله اگر مشکل جدی تر بشود اشاره کرده به تهدیدات هسته‌ای همسایه شمالی اگر مشکل جدی تر بشود کره جنوبی ممکن است تسلیحات اتمی تاکتیکی مستقر بکند یا تسلیحات اتمی خود را داشته باشد اگر این اتفاق بیفتد زیاد طول نخواهد کشید و با علم و فناوری ما میتوانیم توانیم زودتر سلاح هسته‌ای داشته باشیم یه سال همین الان در منطقه آفریقا نیجریه بیاد همین رو اعلام بکنه یا مثلا توی همسایه ای ما کشور همسایه ما عراق همین اعلام بکنه سوریه اعلام بکنه چیکارش میکنم بگی من بمب اتمی میخوام ممکن هست داشته باشم ممکن هست بخرم مستقر کنم تو خاک کشورم همه با خاک یکسانش میکنن به چه دلیلی به عراق حمله کردن گفتن یه نفری تو خاک این کشور به نام صدام احساس میکنیم برای داشتن سلاح کشور جمعی داره کارایی میکنه باید بریم بررسی کنیم 20 سال کشور زدن نابود کردن چرا اینا راحت دارن این رو میزنن کسی در دنیا نگران نمیشه کسی شوکه نمیشه کسی افکار عالم رو علیه اینا نمیبره بسیج بکنه 20 سال با ایران کلکل دارن پیرامون اینکه ایران میخواهد هسته ای بشود یا نشود همه جا هم روایت ما درباره ساخت به خودمون قدرت خودمون در حوزه انرژی هسته ای رو به عنوان ساخت بمب اتم دارن ترجمه میکنن با اینا شرکت کاری نداره بریم جلوتر ما خودمون باید بر خودمون یه فکری بکنیم خودمان باید نگران خودمان در چنین دنیایی باشیم بریم جلوتر در ادامه صحبت خودش رئیس جمهور کره جنوبی به این اشاره کرده که اگر وضعیت وخیم تر بشه ممکن است که برای داشتن سلاح هستی فکری بکنیم به منطقه خاور میانه قطر اخیرا اعلام کرده قطر سعی میکنه توی کلکل هایی که پیش میاد خیلی دخالتی نداشته باشه کشورش هم یا محاصره کردن اعلام کرد گفت من محاصرم همه محاصرم کردن کسی با من ارتباطی نداره ایران تو همسایه منی آسمان تو اختیار من قرار میدی ما و مخلص شما هستیم هر کسی تو همسایه ما به مشکل بخوره دشمن من باشه ما کمکش میکنیم منطقه باید امن باشه من میخوام به همتون ثابت کنم با کسی مشکل ندارم آقا آسمان قطر کامل باز هر کسی میخواد بیاد و بره ترکیه میخواد اقداماتی انجام بده توی قطر و کمک بکنه از آسمان ایران میرفت نمیومد همین قطر اخیرا یکی از مشاوران رئیس به اصطلاح خودمون این کشور اومده اعلام کرده گفته که من خطاب به آمریکایی‌ها میگم من نمیگی ایران تهدیده مگه نمیگی ایران خطره برای منطقه بمبای اتمی تو بیا مستقر کن اینجا تو قطر اگه تهدید بود استفاده میشه دیگه اگه تهدید نبود که استفاده نمیشه همینجا جاش خوبه حتی قطری هم که این وسط سعی میکنه ادعایی به آن صورت نداشته باشد اونم تو فکر اینه که یه جوری به این تسلیات دست پیدا بکنه اینجا رو بریم ژاپن کشور چهارمی که خدمت شما هستیم توی ژاپن یک استا نظری توسط نخستازی سابق ژاپن مطرح شد و کمی بعدتر این فرد به رحمت خدا رفت از دنیا رفت و اون استا نظر این بود که ما به چیزی به نام سلاح هسته نیاز داریم یا باید بسازیم یا باید در کشور ما مستقر بکنید ناتو همچین کارهایی میتونه بکنه یه پیمانی هم با ما تعریف بکنه بیا مستقر کن اینجا آقا ناتو عربی را میندازیم با آمریکا هماهنگیم هم تو کشور ما مستقر کن اگه ایران کاری کرد ما میزنیم البته وجودش ندارن این بیشرف ها می میدانند که ایران چیزی دارد که اگر لازم بشه ازش استفاده بکنه دستی بالای تمام دست هاست. اما به دوتون نکته دقت بکنید یک کشورهایی در اطراف ما و کشورهای آن سوی جهان خیلی راحت دارن از این صحبت میکنن که سلاح هستی بسازیم یا هر کشورمون داشته باشیم و کسی با اینها کاری نداره کسی از اینها نگران نمیشه کسی از اینکه بخواهد به ضرر آمریکا و غرب شود اصلا دغدغه ای نداره این نکته اول نکته دوم آیا ممکن هست که غربی ها و در رأس اونها آمریکایی ها به یک تکنولوژی رسیده باشند که اون چیزی فراتر از سلاح هسته ای باشد که باعث شده حساسیت اینها نسبت به داشتن همچین چیزی توسط ملت هایی که از آمریکا دور هستن پایین بیاد پیچیده شد حرفم نه بهش فکر بکنید فعلا در روش استرانسه نمی بهش فکر بکنید بریم جلوتر دوستان عزیز در منطقه خاورمیانه پاکستان در کنار اون بمب اتمی داره قطر به دنبالشه امارات به دنبالشه عربستان سعودی به دنبالشه کشورهای در اطراف ما از جمله اردن به دنبال انرژی هسته‌ای هستن ترکیه داره در این حوزه کارهایی میکنه این دو تا کشور حالا من با قطعی بمب اتمی نمیگم ولی دارن کارهایی میکنن بعدشونو نمیاد داشته باشن این وسط یک ایرانی هست حدود 20 سال پیش اومده کارهایی در حوزه هسته‌ای بکنه عده در داخل کشورش اطلاعات رو افشا کردن چه کسانی گروهی که منافقین اطلاعات رو اولین بار اینا افشا کردن رفتن کلی هم جف شد علی ایران خود بمب اتمی بسازه فلان بکنه و این داستان دنباله داری که هزار یک ماجرا برای ما داشته این به کنار من با این بخش کاری ندارم این بخش بخشی از داستانه شما یه چیزی این وسط می‌بینی و اون هم گروهی هست که اینها ظاهرشون مشاور و تحلیلگره کجا رد پاشون میبینی همین اخیرا یکی شما اون جاسوس اعدام شد علی رضا اکبری به کیا مشاوره میداده به یه سری آدم تو کشور مشاوره میده طبیعتا اونا کیا بودن اونا عمدتا غرب گرایان برنامه تو جلو آوردی با غربی ها به مشکل خوردی به یک مسئله رسیدی تحت عنوان مذاکره اومدن به افکار عمومی اعلام کردن که همه دعوا سر این هستی است اینو باید بدی بره کاری ندارم اصلا افکار عمومی چه مسئله رو فهمید و چه جوری با این کاری نداریم <تصحیح> یه نفری میرفت میشست کنار یه سری آدم از آقای شمخانی بگیری تا آقای ظریف و روحانی و مرحوم هاشمی رفسنجانی با اینا صحبت میکنه که آقا حالا ما اگر بخوایم مشکلات کشور حل بشه بر مثلا مسئله اصلیه است. کشور فرسوده شده ما سالها داریم پیرامون قضیه انرژی خودمون رو تحلیل میدیم دنیا با ما کاری نداره گذشت دوران جنگ سرد اون عربیات جنگ سرد که آقا اینا دشمنن اونا دوستن این حرفو بزنیم کنار ما باید با هم گفتگو داشته باشیم بیایید برسیم به این نقطه که ایران در این حوزه نرمش هایی رو از خودش نشون بده تغییراتی رو در خودش نشون بده افراطی نباشیم مثل اینهایی که میگن باید انرژی اصلی داشته باشیم حق مسلم اینا مردم دارن از این نمیدن چیزهایی داشته باشه از جنس تغییر رفتار با غربی ها ما بپذیریم امتیاز بدیم چیزهایی برای مردم بگیریم امتیازات خوبی بگیریم ما به خودمون اومدیم دیدیم ما وقتی با آقای ظریف صحبت میکنیم وقتی از انرژی هستی و لزومش میگویی و او از سازش با غرب میگوید به شیوه ای صحبت میکنه و به شیوه به ما نگاه میکنه که انگار با یک مش دیوانه طرفه که انگار اینا دارن حرف عجیبی میزنن تو داری از سازش وطن صحبت میکنی نه 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 او انگار که براش این رو جا انداختن انگار یه سری رفتن خیلی خوب تونستن بهش توضیح بدن با آقای شمخانی صحبت میکنی همینو داره میگه با آقای روحانی صحبت میکنی به شکل فجیتری همینو داره میگه سراغ مرحوم هاشمی بریم مرحوم هاشمی که دیگه اصلا فاجعه میگه اصلا دنیای آینده دنیای موشک و این صحبت نیست آیه هاشمی که میدانم شنونده هستی الان داریم از دنیای صحبت میکنیم که در این دنیا کره جنوبیش به دنبال بمب هسته‌ای ژاپنش به دنبال بمب هسته‌ای ژاپن ژاپن به دنبال بمب هسته‌ای عربستان دنبال بمب هسته ای قطر هم دنبال بمب هست بقیه هم همین شکلی هم. حرف من اینجا هست من اصلا نمیخوام بگم چه کسی درست عمل کرده چه کسی غلط عمل کرده آیا کسی در حوزه انرژی هسته ای باورهای ما رو تغییر داده یا نه در سیستم ما رخنه کردن بین مسئولان ما شکاف رو محلش رو شناسایی کردن 88 کمکشون کرد چون ما اختلاف نظر عمیق با هم دیگه پیدا کردیم اون جاسوس سرکلش پیدا شده و مشابه اون خیلی های دیگر خیلی های دیگر مسئول اومده صحبت کرده به مسئول توضیح داده که آقا اینجا تو باید کوتا بیای مردم مردم برای مردم یه فکر بکنید ده سال از پروژه اینها گذشته به خودمه. ما الان به خودمون ما کوتاه اومدیم همه کشورهای اطراف ما دارن برای رسیدن به بمب اتمی یک فکر میکنن ما برای انرژی صلحآمیزش کوتا اومدیم اونا به دنبال بمب اتمی دارن یک فکر میکنن آیا این تغییر رفتاری که جامعه ایران جامعه ایران از رفقایی که در داخل هستین صدای من رو میشنوید از نقاط دور افتاده تا شهرها جامعه ای ایران ای کسانی ای که در خارج نشسته سید حرف من رو میشنوید آیا تغییر رفتاری ای که در ما به وجود آوردن این روند عجیب و غریب مهندسی خاصی که انجام شد که من و شما نگرشمون تغییر بکنه آمریکا دشمن هست یا نه روی پرچمش با بذارم یا نه آتش بزنم یا نه مذاکره بکنم یا نه حسی رو بدم یا امتیاز بگیرم یا نه این پروژه‌ای که اتفاق افتاد یک پروژه برای تغییر اولویت ملت‌های ایران بود یا نه اولویتمون تغییر دادن اولویتمون تغییر دادن اون کسی که مسئول بود نگاه میکرد جاسوس بغلش میشست بهش مشاوره بده تحلیل بده اون نمیدونست که این جاسوسه این حرفا رو میزد میرفت بی بی سی رو نگاه میکرد اکبر گنجی خود رفیق خودمون بوده اول انقلاب پونه سو سر دختر مردم میکرده افراطی و دو آتیش و پزبولای خیلی چی از بوده اصلا طلبو این شکلی نگاه میکنن طرفو دیگه نگاه میکنم این از خودشون بوده با هم که کلکل داشته با مکان فلان داشته خیلی از خودمونه تو بی بی سی نشسته اینا رو داره میگه بهنود که با یه واسطه با خود مرحوم رفسنجانی در ارتباط بوده بعد به نظر نمیرسه اینجا باش بعد تا کردم ول کرده رفته با فازه ارتباط بوده و فلان در ارتباط بوده که خبرنگاره خودمون اینه دارن همین حرف میزنن یک پروژه ای تعریف شد از استودیو تا میدان جاسوس کاشن برای اینکه نگره شما تغییر بکنه برای اینکه تغییر رفتار بدهیم این برای اینکه به خودمون بیایم بعد از 20 سال ببینیم که عربستان دنبال بمب هسته قطر دنبالش ژاپن دنبالش کره جنوبی دنبالش من دارم سرمو میخوام که توی منطقه آیا انرژی صلحامیز داشته باشم یا نه صادق زیبا کلام هم از ده سال پیش کوک کردن تو این دانشگاه های مدرن شو واس کرده. پیش هر کسی نشسته گفته که اینا مسخره بازی اینا دارن برای کشور از این درست میکنن آقا جان در حوزه هسته ای در حوزه حسی مسئله انرژی صلح حسی هسته ای و هر چیزی که مربوط می شود به این داستان باید کاری بکنیم که ایران از این وضعیت خارج بشه به شکل ویژه‌ای باید رو این داستان متمرکز بشیم ما سه تا زل تولید قدرت داشتیم انرژی هستیم بوده منطقه بوده موشک هم بوده این زل رو زدن این زل رو زدن ما رو در قفلت فرو بردن ما رو در خماری فرو بردن اینو زدن کی میخوایم بیدار بشویم کی میخوایم هوشیار بشویم کی میخوایم به خودمون بیایم بازی رو بفهمید و رفقا بازی رو بفهمیم این مسخره بازیایی که راه یه روز آشوب به پا یه روز دعوا آقا حجابشون تا اینجا باشد یا تا اینجا روسری داشته باشن یا نداشته باشن آقایان من فلان بکنن یا بیسار بکنن این جماعت رو ولشون بکنید فردا پیرامون این که با پای چپ دستجویی برویم یا با پای راست برویم هم دو قطبی راه میندازن چرا به خاطر اینکه تو باید انقدر درگیر خودت بشی بعد به خودت میبینی تو مذهبی نیستی تو اصلا دین و چارچوب اینا قبول نداری ولی داری کلکل میکنی با یه حزب که با پای چپ بریم یا با پای راست آقا فضای کشور ما فضای عادی نیست فضای کشور ما اون چیزی که ما رو درگیرش کردن فضای طبیعی نیست مشخص است که کسی دارد با باورهای ما کاری میکنه با ذهن ما کاری میکنه روی ما سوار شده برای اینکه ضربه خودش رو به ما بزند در این مرحله از بازی هوشیار بازی کنید بیایید بیرون یه خورده فاصله بگیرید از این دعواهایی که وسط میدانه از دور نگاه بکنید تا بفهمید که چه چیزی در میدان داره اتفاق میفته آرزو دارن بتونن ایران رو متوقف کنن از خدا میخواهم که تومار دشمنان وطن رو در هم بپیشه چه آنهایی که استودیا به راه انداختن در پایتخت هاشون چه آنهایی که در چند هزار کیلومتر آن سوتر رو به خط کردن علیه ما چه اونهایی که در داخل هستن و با نفوذ میخوام به وطن ما ضربه بزن و امیدوارم که به زودی اخبار خوشی از داخل ایران بشنویم که حال همه ما رو بسیار بسیار خوب بکنه من نکته دیگه ندارم اگر احساس نکته هستتون در قالب تیام برای من بفرستین خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر